بچه ها پاشه، این وقت نمازه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما هم بخیر. ممنون. چرا تنهایی عزیز جون؟ خب منو صدا میکردین. گفتم میزو بچینم بعد بیدارتون کنم. من بیدار بودم. تو این چند وقتی که ما اینجا مزاحمتونیم، تو رو خدا عزیز جون با من تعارف نکنید. بنزه کافی داریم زحمتتون میدیم. خدا رو خوش نمیاد با این دست درد و پا دردتون. مگه تو عروس دو روزمی که من با تو تعارف کنم عزیز دلم؟ دیگه هم از این حرفو نشنوم. اما بودو زود میز آماده کن. بودو. چشم. ایشالله مشکل احمدم حل میشه، برمیگرده سر خونه زندگیتون. ایشالله. سلام آقا جون، صبح بخیر. صبح بخیر یعنی صلوات ظهر بخیر در واقع. تو که دیشب دور برداشته بودی میگفتی من صبح قبل از شما تو حیاط مشغول ورزشم، چی شد؟ همینش هم اگه قول نداده بودم نمیومدم. چرا؟ آقا جون یه خورده حالم خوب نیست، یعنی خورده حال روحیم خوب نیست. چرا دخترم، چی شده؟ هیچی، حالا الان وقتش نیست، بعدم واسهتون توضیح میدم. خیلی خوب، ولی به هر صورت اینا بهانه خوبی واسه ورزش نکردن نیست، تنبل. ای آقا جون، من که الان اومدم باهاتون ورزش کنم. ببینید بقیه بیدار شدن؟ من که در خدمت شما هم عزیز جون و مامانم هم دارم میز صبحونه رو میچینم، بابا احمد هم بیداره و اما عمو حامد یه 20 دقیقه یه که همچنان تو دستشویه. خب مثل این که میخواستی بدویی. بله. بسم الله. حامد داداش، حامد جان گوشت با منه؟ حامد بیا بیرون دیگه. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر. چی کارش داری مادر؟ من با حامد چی کار میتونم داشته باشم؟ میخوام برم دست و صورتم بشورم، مسواک بزنم، دیرم شد. خب برو تو آشپزخونه. آشپزخونه؟ با عزیز جون آشپزخونه جا این کاراست. شما کجا؟ دارم میرم احمد رو بیدارش کنم. حامد چه خبر بابا اول صبحی؟ من باید بپرسم چه خبر اول صبحی؟ ما هر روز با تو مشکل داریم به خدا. بفرمایی. مشکلاتت زیاد نشه. خوب شناختمت. یعنی تو خودتو خوب نشون دادی. ببین چی میگم. منم مثل تو. از کجا میدونستم اینجوری میشه؟ مگه من کف دستم رو بو کرده بودم اینجوری میشه؟ ها؟ گوش کن. تو گوش کن. گوش کن ببین چی میگم. اگه تو این وضعیت دنبال مقصر میگردی که تقصیرها رو بندازی گردنش، من بهت زنگ میزنم. کی اومدی عزیز؟ سلام عزیز، صبحت بخیر. صبح شما بخیر. چیزی شده عزیز؟ چیزی نشده، چطور مگه؟ بیا صبحونه. مطمئنی اتفاقی نیفتاده؟ نگران نباشید، شما بفرمایید من الان میام. والا تا حالا نیدادم اول صبح اینقدر سر صدا کنی. راستش بخواید چطور بگم، یه مشکل کاری پیش اومده، اگه الان بهتون بگم اعصابتون به هم میریزه، غصه میخورید. حل میشه، شما فقط دعا کنید. انشالله که خیره، زود بیا فقط.
قطع نکردم که. عزیز اومد تو اتاق. حرفا میزنی برای خودت ها؟ خب آقا حامد، فکراتو کردی؟ برنامه چیه؟ بله آقا جون، فکرامو کردم. قرار شد با دو سه تا از دوستام که اونا مهندسی کشاورزی ان بریم یه گلخونه بگیریم، یه سری گل پرورش بدیم. وا، هنوز نرفتین؟ چرا پنج روز پیش به من گفته که دارین میرین؟ خب داریم میریم دیگه. خواهر من، تو فکر کردی همه تخصصم مثل کار تو میمونه؟ نه، بعضی از کارها هست که زمان بیشتری میبره تا آدم بتونه ازش کسب درآمد کنه. بله، اصلا بده. محض اطلاع باید عرض کنم که برای پزشکی بیشتر باید درس خوند. آقا جون، به نظر من حامد داره یکم تنبلی میکنه. اگر به جای اینکه مدام بشینه پای اینترنت یا تلفنی با نامزادش صحبت کنه، بیشتر تمرکز کنه توی کارش، کارش سریع‌تر پیش میره. کار باید با برنامه‌ریزی پیش بره. وقتی هدف گذاری میکنی، باید به فکر عمل کردنش هم باشی. به قول معروف، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. آقا حامد. چشم آقا جون. به فکر هست. میدونی، فرق شما جوانای امروزی با ما جوانای دیروزی اینه که شما زحمت نکشیده، رنج نکشیده میخوان یه راست برین سراغ گنج و این عملی نیست. من یادم میاد همسن تو که بودم، سه تا بچه داشتم، تازه دانشجوی فوقم بودم، ضمناً بعد از اورام تو چاپخونه آقای شمس‌زاده پاره وقت کار میکردم. ببخشید آقا جون. شاید از غیب رسید. سلام روشنکم، کی بیدار شدی؟ سلام روشنکم، کی بیدار شدی؟ انشالله همیشه بخنده. چه خبره؟ طبق معمول ترنم داره شیرین زبونی میکنه. علی المیرا کجا عزیز؟ خوابن عزیز جو. ماما بابا کجاست؟ سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. برم واسه چای بیارم مادر. نه عزیز جو، من خودم میارم، شما بفرمایید. ترنم جو اون قاشق رو. چطوری احمد؟ احمد آقا، آقا جون با شما سم. ببخشی شرمندم، حواسم نبود. خوبی؟ تو فکری؟ چیز مهمی نیست، نگران نباشید. این روزا بابام همش تو فکره، تازگی ها اخمو شده و عبوس. عمه من تای گلوم هنوز درد میکنه، یه قرص آنتیبیوتیک واسه هم مینویسی؟ حرفش هم نزن، همون آب نمک از همه چیز برات بهتر. آقا جون من چوری آب نمک رو دوست ندارم، بگو هم بخواستم قرص بنویسه دیگه. ولی تأثیرش فوق‌العاده است. بلند شو برو حرف گوش کن. چشم. الو سلام تارا. تارا هست؟ سلام برسون. صبح بخیر. نه الو صدات نمیاد. آره احمدم خونه است. آره آقا خونه است. تارا چی آقا جون نباید بفهمه؟ خب الان آقا نادر با احمد چی کار داره؟ تارا جان خواهر یکم شمرده تر صحبت کن من بفهمم چی داری میگی. الو الو چی شده ترانه؟ آبجی تارا بود، گفتش که آقا نادر داره میاد اینجا الان هست که برسه، گفت با تو کار داره. نادر؟ من که همین چند دقیقه پیش تلفنی باهاش صحبت کردم. گویا همینجوری که داشته با تو صحبت میکرده راه افتاده سمت خونه. تارا و نیما هم دارن میان. داداش اتفاقی افتاده؟ چه بیشعوریه این نادر. تارا گفت قبل از اینکه بیاد تو خونه آب ریزی کنه بری جلوی در، گفت که آقا جون نباید چیزی بفهمه. احمد جون من بگو چی شده، چرا نادر داره میاد اینجا؟ نادر با تو چی کار داره؟ بذار برم دمه در، الان میرسه آب ریزی میشه. تا نگی چی شده نمیذارم از این در بری بیرون.
ببین شراکت من و نادر از اولش هم غلط بوده. صبحانی جواب تلفن ما رو نمیده. صبحانی کیه؟ همین شریک من و نادر دیگه. چکامو داره برگشت میخوره، حکم جلبمون رو دارم میگیرم. نادرم میگه چون رفیق من بوده تقصیر منه. بله آقا نادر، شما این مادر بفرمایی تو نادره؟ آره خیر باشه. احمد شر مکنی. عزیز نادره؟ آره احمد جون. چیزی شده مادر؟ چیزی نشده مادر من، با من کار داری. معلوم هست چی کار دارین میکنین؟ خجالت بکشین. چیه؟ چه خبره؟ آروم باشین. 40 سال من اینجا دارم زندگی میکنم، هنوز هیچ کس صدا شروعون یکی دیگه بلند نکرده، چه برسه به این که دستشو. باریکلا احمد آقا، آفرین. باریکلا آقا نادر، آفرین به شما، باریکلا. ما که با داد زدن کاری پیش میره. مشکلی هست بیان بشینین صحبت کنین تا حلش کنین. بیان تو ببینم چی شده. عزیز خوبی؟ این قرصا بذار زیر زبون عزیز. عزیز جون اینو بذار زیر زبونت. علی و المیرا هم بیدار شدن، بهتر قبل از اینکه بیان پیش عزیز جون بره پیششون، اینجا هرچی خلوت تر باشه بهتر. باشه پس تو مراقبش باش. برو مادر میگنم. تارا نیما تو حیات منتظرته برای کارهای ویزاش، مدارکش میخواد ازت بگیره الان. نبضتو بگیرم. امه پس دیگه واقعا نیما رفتنی شد؟ آره دیگه تصمیمش جدیه برای ادامه تحصیل. حرف رو میزنی؟ المیرا جون چرا رفتی اون بالا مادر؟ خب میوفتی، بیا پایین. صندوقش مراقبشم. حالا عزیز چطوره؟ خوبه، نگران نباش، ترنم پیششه. میخوای تو هم برو پیشش بهش یه سری بزن. آره میرم. برو. صبونه خوردی؟ ماما حالا عزیز بعده مگه؟ نه مادر طورش نیست. پس همون چی میگفت الان؟ علی حوصله ندارم مادر، سوال پیچ هم نکن دیگه، بیا این صبونتونو بخوری. ای بابا گیر وقت گیر آوردی نیما. این چه حرفیو میزنی؟ خب کارم عقب میفته باید برم دیگه. ما هنوز حرفامونو با هم نزدیم. ما 6 ماه همین حرفا رو زدیم. مادر من شما میگی برای چی میخوای بری؟ من میگم برای ادامه تحصیل و زندگی. شما میگی مگه نمیتونی درس تو همینجا ادامه بدی؟ من میگم اگه اونور برم بهتره. هزار تا دلیلم واسهتون آوردم، قانعم میشی یا اما دوباره برمیگردی سر خونه اول. تو چرا نمیفهمی بچه؟ من با دوری چه کار کنم؟ همینه، من میدونم مشکلت کجاست دیگه، ولی قربونت برم این دفعه دعوا رو امپیتریش کردی ها. کاری نداری. راستی بابا چی شد؟ آقا جون داره باش حرف میزنه.
راستی سر را ندار از آموزش کم بیار. باشه چشم. خدافظ. خدافظ. یادت نره بچه جا میمونه. چشم مادر من. به روی چشم. میرم دنبالش. خدافظ. بسرم آمد. یه روز صبحانی از رفیقای قدیمیم اومد شرکت و گفت یه پیشنهاد خوب براتون دارم. گفتش تا کی میخواید کار دکوراسیون داخلی انجام بدید؟ پول الان تو وارداته. خودش یه شرکت وارداتی داره. مواد اولیه دیوارهای پیش ساخته که تو ایران تولید نمیشه رو وارد میکنم. این مواد از آلمان وارد میکنن آقا جون. گفت حالا که ایران تو تحریمه من با یه شرکت ترکی کانال زدم تا اونا از آلمانیا بخرن ما از اونا بخریم. گفت خودم میرم از اونجا برمیدارم میارم اینجا. ما هم به حساب این که رفیق احمد هر چی پول تو حساب شرکت بود ریختیم به حسابش. ولی باز گفت پولتون کمه. باش قرارداد نبستیم. چرا قرارداد بستیم؟ ولی دیدیم پولمون کمه به نادر گفتم خونمو میفروشم. پولشو میذارم روش. بعد که جنسا رو وارد کردیم، فروختیم، سود کردیم، یه خونه بهتر میگیرم. صبحانی هم رفت ترکیه جنسا رو بیاره. ولی تا امروز هیچ خبری ازش نداریم. اینش اصلا مهم نیست. مشکل اینه که ما قرارداد تجهیز و دکوراسیونی شرکت بزرگو بستیم. بابت مسائل مصرفی از سنگ و سرامیک و دوربین مداربسته گرفته تا دستمزد پیمانکارا رو چک دادیم. دست چک احمد تموم شده بود آقا جون. همه این چکا رو من دادم. حالا موعد چکا سر رسید و حسابمون خالیه خالیه. چکای نادرم یکی یکی داره برگشت میخوره. تو بد مخمصی افتادیم آقا جون. رقم چکا چقدره؟ حدود 445 میلیون تومان. یه قراری بذاریم با طلبکارا صحبت کنیم ازشون یه مقدار زمان بگیریم. تا اونجایی که میشد عقب انداختیم. ولی دیگه نمیشه. رقم کمی نیست. پاس کردنش هم خیلی مشکله. چرا روز اول ماجرا رو بهم نگفتین؟ نخواستم نگرانتون کنم. حالا که بیشتر نگرانم کردی. شرمندم. قبل از این که چشماتو ببندی یا هر چی دوست داری بگی یکم فکر کن که شرمنده نباشی آقا نادر. شما درست میگید آقا جون. ولی آخه احمد هی میگه صبر کن صبر کن. صبحانی امروز زنگ میزنه فردا زنگ میزنه. امروز وقتی مأمور با حکم جلب اومد در خونه دیگه طاقتم طاق شد. با هزار التماس و خواهش طرفو راضی کردم که یه هفته دیگه بهم وقت بده. میدونم مقصر احمد نیست. ولی نمیدونم یه قاطی کردم. از کار در رفتم. ببخشید آقا جون. معذرت میخوام. شرمندم. حالا اتفاقیه که افتاده. نباید با هم جنگ و دعوا کنین. باید به فکر راه حل باشین. شما شریک هم هستین. نباید سر یه مشکل اینجوری پشت هم خالی کنین. شراکت یعنی رفاقت. نادر فکر میکنه من و صبحانی دستمون توی کاسه است. آخه این حرف آقا جون که اون میزنه. ای کاش همه چکار خودم میدادم تا هیچ وقت این حرف رو نشنوم. من فکر میکردم ما بینمون من و توی وجود نداره. حالا تو عصبانیت یه چیزی گفته. الانم پشیمونه. اونم تحت فشار بوده. میخواست یه جوری خودش خالی کنه. الانم رفت شرکت. باشو. پاشو تو هم برو اونجا بشینیم با هم صحبت کنیم دوباره یه راه حل منطقی باشیم. منم اینجا خود فکر میکنم ببینم چی کار میشه کرد. پاشو بابا. چشم آقا جون. هرچی شما بگید. با اجازه. قربونت برم. یه دقیقه گوشی داری میری؟ تارا تا عصر میمونه پیش مامان. وقتی یه نفر بمونه کافیه؟ ساده شدی؟ زنگ زدم کل فامیل دارن میان. تو عزیز رو نمیشناسی. یکی دو ساعت دیگه بالا میشه تو خونه میدوه. روشنه که؟ آره. معطل نشه. هه هه خندیدیم. نه واقعا جدی دارم میگم. به هر هزینه موبایل و پشت خط و انتظار. تارا آقا جون با عزیز صحبت های خصوصی داشتن. یعنی
محترمانه پیچوندنتون؟ حامد، این چه طرز صحبت کردنه؟ من عذرخواهی میکنم آبچه خانم، ببخشید. الو تارا جان، پس حواست به عزیز باشه، من تا عصر میام. خیالت راحت باشه، خدا به همراهت. یه جایی میخوندم وقتی دو نفر همدیگر خیلی دوست دارن، اگه خدای نکرده یکیشون تب کنه یا حالش بد بشه، اون یکی دیگه چه باشه چه نباشه قضیه رو میفهمه. حالا فکرشو بکن، حالا فکرشو بکن اگه این اتفاق جلو چشم آدم بیفته، اونم در حالی که بچه ها و نواهاش همه دورش جمعن، چی میشه؟ هم خوبه هم بده. بگو چرا؟ چرا؟ خوبه برای این که بچه ها دور آدم هستن و آدم تنها نیست، چون بدترین درد دنیا بی کسیه. بده برای این که آدم خودش رو خیلی باید کنترل کنه. عشق آدم رو با حیا میکنه توبا. میدونی که سن و سال و بزرگ و کوچیک و پیر زن و پیر مردم حالش نیست. ببین محمدم، تو چه سکوت کنی، چه شیرین زبانی، آسم عزیزی. حالا بهترین؟ آره الحمدلله، شکر خدا. خب من باید برم، با دو تا از دانشجوام که استاد مشاور پایان نامشون هم قرار دارم. اگه کاری داشتی به هم زنگ بزن. خب چشم، خدا حافظ. به سلامت. هر جایی از ادبیات ما بوده که دیوار موش داره موشم گوش داره. سلام. سلام، داشتی استراق سم میکردی؟ آقا جون نه چیزه، من اومده بودم. خواهی جون خیلی قشنگ حرف میزنیم. برو شیطون. سلام بابا، بشود بابا. سلام بابا. سلام بابا، خوبی؟ علی آقا جون اومده؟ بله. دیر وقته، بیام بالا. چش بابا. خسته نباشی عزیز. ممنون، شما دوباره بلند شدی عزیز جون. آخه مادر تو که میدونی من اصلا یه جا نمیتونم بند بشم. راستی فاطمه جان یه فکری زد به سرم. الان که داشتم میمدم دیدم آقا جون داره با احمد حرف میزنه. احمد داشت میگفت امروز با نادر یک کلمه هم صحبت نکرده. ببینم الهی، بچم بد جوری گرفتار شده، واسه همه نذر کردم فردا رو شعله زرد بپزم. آخه میدونی که فردا روز میلاد آقای امام حسینه و شب تولد آقا ابوالفضل. وای چقدر عالی میشه عزیز جون، خیلی فکر خوبیه. همه رو هم میگیم بیان. تینا رو یه چند روزی ازش خبر نداریم ما. تینا حسابی سرگرم شوهرداریه. منم دو سال اول ازدواجم با احمد بهترین سالهای زندگیم. آره بی‌معرفت، چشش به خانواده شوهرش که افتاده ما رو پاک فراموش کرده. راستی فاطمه جان قربونت برم، برو به ترنم بگو یه زنگ به تارا و تینا بزنه، بگه فردا با شوهراشون بیان اینجا. چشم. چشمت بی بلا، قربونت برم بهشون بگو یه جوری بیان که شامم اینجا باشن. ها باشه حتما. قربونت برم، دستت درد نکنم. یه جو نباشیم بابا. ده عزیز چون شما که باز باشدی دوباره چلوندی. ده دفعه بهت گفتم نچلون صورت منو. خب دوست دارم، قضیه چیه؟ مامانم کجا فرستادین؟ فردا میخوام شاله زرد بپزم. جون نسبت به منم یاد بدین. باشه چشم رو چشم ازتون چایی برسم. بودو قربونت برم، دست درد نکنه. Thank you.
بیا نیما مادر، بیا دست فقط نه قربونت کنم. آقا جون که قندش کارم درست کردم. جونم قربونت کنم. عزیز تو تازه بیا براشون بکش. عزیز بده من درستش کنم. سلام عزیز. سلام عزیز. جونم جونم بذار با کاسه بگیر. بایسه 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 بایسه. قربونت بگیر. قربونت برم. تو همیشه به موقع میای مادر. خدا نکنه. من عزیزمی. آقا چطوری؟ دکتر شما؟ چه طرز حرف زدن مامه. آقا اینو براش تعظیم کن. تازه رسیده خط. بیا براش تعظیم کن. الان میام الان میام الان میام. چطور علی؟ بالا قویمه. ماسه چطور بود؟ خوب بود یه ساعت. رفتی پیش دکتر لشگری؟ آره. خب هیچ گفت مشکل از منه بی فایده از ترنو من نمیدونم تو چرا همش میخوای رضا رو مقصر کنی وا این چه حرفیه داری میزنی من فقط گفتم بری که مطمئن بشی همین حالا رضا چی میگه چی میگه هیچ میگه حالا کی از تو بچه خواست دروغ میگه اون به عشق بچه رفته تولید لباس بچه گونه زده من میشناسمش حالا اون چیزی نمیگه نمیخواد تو کاسه داغ‌تر از آش بشی خواهر من بعدشم راه واسه بچه داشتن خیلی زیاده خدا هم بزرگ خب میگه بچسب به عکاسی هنر و عشق هستو از این حرفا حالا اصلا خوب نیست ترنم آخه حال تو بد باشه که ترنم دق میکنه میمیره بعدش هم رضا راست میگه همین عکاسی تو جدی بگیر علم که بازار عکاسی داغ داغه چهار تا عکس می از این نامزدی انتخاباتی میگیری بلکه معروف شدی ما هم هر جا رفتیم پوز میدیم میگیم این عکسو میبینی اینو تینای ما گرفته حالا بخوام ببینم بخوام 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 باشه بریم مامانو ببین باشه بریم علی عمه جان عزیز پای دیگه نه عمه عزیز پاش درد میکرد رفتش تو عمه قربونت بره بریم تو عزیز اگه نمیتونی بنویسی من بنویسم شما همینایی که نوشتی بسته آره ماشاءالله خیلی وارده اینو که مطمئنم از تو بهتر مینویسم نگاه کن ببین چیکار کردی اگه نتونستی چی اصلا هر کی بهتر نوشت از اون که سوال میپرسه اونم باید جواب بده قبول باشه ولی کی داور باشه داور اما حامد نه بابا اونو قبول ندارم پس کی دایی حامد اون بهتره باشه قبول بنویس ببینم چیکار میکنی تقلب نکن چیه؟ کدومش بهتره؟ مسابقه است؟ خیلی هم جدیه. فقط جون دو این مردونه مردونه بگو. دوتاش قشنگه ولی اینی که دست اله هست. باختی اله خانم. اونجایی که میدونستم هر جوری شده میخوای اله برنده شه، کاسه ها رو جابجا کردم که نتونی جر بزنی دایی جون. اله شاهد باشه من همه سعیمو کردم ولی از شوخی گذشته اینی که نیما نوشته قشنگ‌تره. همو بچه ها بریم ما هم دیگه شعله زرد رو پخش کنیم روشنک من میگم شعله زرد تو میگی روشنک نه بابا همون شعله زرد من هست شعله زرد بریم پخش کنیم بریم دیگه بریم برو من که <تص->
تارا جون، تو داری گریه میکنی؟ نه نه فاطمه، چیزی نیست. چی شده؟ خب به من بگو عزیزم. نیما همه کاراش انجام داده، رفتنیه. واه زهرم ترکید، همچنین گفتی که ترسیدم. شلا به سلامتی برمیگرده، که ناراحتی نداره. فاطمه نمیتونم دوریشو تحمل کنم. قربون اون دل مهربونت برم، ایشالله میره برمیگرده. قصه نخور عزیزم، موفق میشه. گریه نکن عزیزم، گریه نکن قربون. خواهش بره. عمه تینا سلام. سلام، کجا بودی؟ چرا انقدر دیر اومدی؟ وای همه جون، نمیدونی تو خیابونه چه خبره که همه واسه نامزدشون دارن سنگ تموم میذارن، از همه بیشترم دایی حامد. بانمک میبینی زندگی من شده سوژه خنده اینا. جنبه داشته باش، دارم با تو شوخی میکنن. آقا جون اومده؟ آقا جون نه، ولی احمد اومده. جریان احمد و نادر چیه؟ چی بابا، بدهی بالا آوردن. ترنم که میگفت دیروز دعواشون شده و اون که همه چیزو بهت گفته، چرا دیگه از من میپرسی پس؟ رضا کجاست؟ سر کار. کی میاد؟ نمیدونم، میاد دیگه، شایدم نیاد. چرا؟ یه سفارش گرفته، سرش خیلی شلوغه. بریم تو. تو برو، من میام. باش. آفرین، یه سایی به جلو شونه. اینجا خوبه؟ آره اونو برو تا پایین. پایین اینجا پایین. چی؟ پایین تا کمر این و برو 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 برو. حالا بیا سمت چپ. چپ هم میگه بابا؟ تو هنوز دست چپ و راست تو نمیشناسی؟ چپ این و به جلو برو تا پایین تا نزدیک کمر. احمد جانم، تلفن بابات خاموشه، دیر کرده، نگرانشم. نگران نباش مادر من، پیداش میشه. آخه تالا سابقه نداشه اینقدر دیر بیاد مادر. شاید شارژش تموم شده، محکمتر به چلونه. کاردیش کن، کاردی. اینقدر سخت نگیر، نیما امروز نره، فردا زن بگیره میره. الهی قربونت برم، زن بگیره تنگ دل خودمه، اون میخواد بره اون ور. این نیمایی که تو بزرگ کردی، این بچه خواهری که من دارم، دو سال نشده نظرش عوض میشه، بر میگرده ور دل خودت. حالا تو این علکه قصه بخور و عشق بریز. دلت خوشه، نیما قده، عین باباش. اگر پشیمون بشه به خاطر اینکه بگه تصمیمم درسته، امکان نداره برگرده. عزیز جون، تو هنوز داری گریه میکنی عزیز دلم؟ من اگه میخواستم واسه هر کدوم از شما اینقدر گریه کنم، الان چشم کور شده بود. دور از جون عزیز، چیکار کنم؟ من که نمیتونم بیخیال اون دانش کشم. جان خاله، تو اگه جای من بودی چیکار میکردی؟ میرفتم فوقمو میگرفتم، برمیگشتم تو مملکت خودم خدمت میکردم. هستم شما رو. ولی این مملکت خدمتگزار زیاد داره، احتیاجی هم به من نداره. مامانت چی؟ اونم به احتیاجی نداره؟ قضیه چیه؟ حسابی نیما کشون رو انداختیم دیگه. عمه جون، آقا جون اومده. باشم عزیز، بالاست، برو بهش بگو. بفرم. گلو چطوره؟ بهتر. آقا نیما، اسمش نیما کشون نیست.
خرداد روز تعیین سرنوشت. احمد عزیز جون، به خاطر مشکلت برات نظری شعله زرد درست کرده، بیا بخور. دستش درد نکنه. برای آبادانی سرزمینم، برای شکوه ایران، نادر نمیاد، برای پیشرفت ایران، برای ایران، برای وطنم، ایران، برای سرزمینم، ایران، برای عزت. از تارا بپرس. تارا هم میگه نمیدونم. برای لبخند پر مهر کودکانش، برای دستان پر نور مادرانش، برای مقاومت پدرانش. به تارا بگو به آقا جون بگی. برای نجات مردمانم، برای سرنوشت ایران، برای استقلال ایران، برای سرافرازی وطن. نیما دایی بیا اینجا. جانم دایی. از بابات خبری داری؟ والا چی بگم دایی؟ سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان. آقا تو که از این عادت ها نداشتی، حالا مگه چی شده؟ هیچ، بی خبر میری بی خبر میای، نکنه تصمیم گرفته سر پیل سر به سر من بذاری ها؟ منو اذیت نکن تو، با بهت میگم کجا بودم. نادر چرا نیومده؟ والا تارا میگه قهر کرده. قهر کرده؟ بهش بگو زنگ بزنه بیاد، من باش کار دارم. چشمشم بی بلا. میبینم که بیکاری. حال داری سالاد درست کنی؟ آره. آقا رضا کجاست؟ رضا مشغول کاره، فکر نکنم امشب بیاد. چرا؟ چی بگم؟ ببخشید زنگ زدم. الو. بابا چه تو قلبم مایستاد. اومدم یه چیزی بگم. تو واقعا میخوای بری از ایران؟ آره. واسه همیشه؟ آره، البته شاید. چطور مگه؟ هیچی. سیبر واسه من آوردی؟ نه خیر. الهت میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ قدم بپرسم. مگه قرار نشد سر شله زرد هر کی ببره از اون یکی یه سوال بپرسه؟ همون موقع میپرسیدی. آخه جلوی دایی حامد که نمیشد. خب بپرس. مشکل تو اینه که خیلی قیافه میگیری. فکر کردی کی هستی؟ تو فکر کردی کی هستی؟ اگه من بدم تو از من بدتری. سوال تو بپرس، میخوام برم. دیگه نمیپرسم. نپرس، بهتر. ولی سیبر رو واسه من آورده بودی ها. چی بابا خول شدی یا؟ خانم جان دیروز رفتی این زمین گلخونه رو ببینی؟ نه. یعنی آره، یعنی طرف گفتش که قراره بذاریم شنبه ببینیم تکلیف انتخابات هم چی میشه. آخ 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 عمه جون، دیدی تو این خیابونا چه خبره؟ بعضی از این طرفدارا هر جور که میتونن دارن واسه نامزده انتخاباتیشون تبلیغ میکنن. به اینا میگن طرفدارای دو آتیشه. البته
دایی حامد میگیره من چی میگیرم؟ من؟ من چی من؟ حامد یه لیوان آب بده مادر. چشم عزیز. دوغ میخوری عزیز؟ نه خیر، آب میخورم. من امسال رای اولی هم، یعنی اینجا میتونم رای بدم، ولی هنوز تصمیم رو نگرفتم به بکی رای بدم. آقا جون کار خوبی میکنی آقا جون. نری آقا فعلا غذا تو بخور، بعدا سر فرصت صحبت میکنی. کارت خیلی طول میکشه بابا. 5 دقیقه دیگه تمومه. کارم داری؟ میخوام حرف بزنم. بیا که زودتر شروع کنم. چشم. راستی با رضا زنگ زدی؟ رضا؟ بله آقا جان. من زنگ زدم. تا 10 دقیقه دیگه اینجاست. خوبه. آدم وقتی میخواد یه جای سرمایه گذاری. سلام آقا رضا. سلام. خوش اومدید. بفرمایید. حالا منتظر شما بودم. اگه وقت تقی به توقی خورده اتفاق افتاد بتونه چیکار کنه؟ تینا جان. سلام. سلام. سلام آقا رضا. خوش اومدی. خوش اومدی بابا. بفرمایید. میشین اینجا. بفرمایید اینجا. آقا رضا بفرمایید اینجا. بفرمایید بابا. خیلی خوش اومدید. سلام عزیز. خوش اومدید. خب آقا رضام که اومد. بسم الله. ازتون خواستم اینجا جمع بشین چون لازم دیدم مطلب مهمی رو با همگیتون در میون بذارم. من آفتاب لب بومم. دور از جون آقا جون. امروز نه، فردا غروب میکنم. حاصل تابیدن من تو زندگی همین شماهایی که دور برم نشستین. من که ازتون راضیم، انشالله مادرتون هم ازتون راضی باشه. بچه حالا که من دستامو از گچ و تخت سیاه شستم، حالا که دست از کرسی دانشگاه کشیدم، میخوام دستامو از گرد غبار این شهرم بشورم و برم سالهای باقی مونده عمرم و تو باغچه پدرم زندگی کنم. البته یه فکرایی هم به حال این خونه کردم. ازتون خواستم اینجا بیاین چون نظرتون برام مهمه. امروز داشتم به قد کشیدن تک تکتون فکر میکردم. موقعی که به دنیا میومدی من به پا قدمتون یه نهال تو باغچه پدرم میکاشتم. نهال کوچیک کوچیکه الان واسه خودش درختی شده، چه برسه به اون اولیش. یه روزی سایه من بالای سر این نهال ها بود، ولی حالا باید بهشون تکیه بدم و زیر سایه شون خنک بشم. بگذاریم. احمد و نادر گرفتارن. گرفتاری اونا گرفتاری ماست. همیشه هم همین بود. مادرتون برای حل این مشکل نذر کرد و شل زر پخت. منم میخوام این خونه رو بفروشم تا مشکل احمد و نادر هر چه زودتر حل بشه انشاءالله. میخوام بدونم کی راضیه کی راضی نیست. نمیخوامم الان چیزی بگیم. من فردا میرم باغچه پدری، که البته اگه همه شما هم بیان چه بهتر. حالا که آقا نیما میخواد بره دیار غربت، بعد نیست که ما بیشتر دور هم جمع بشیم. به هر صورت تا فردا ظهر که من راهی میشم خوب فکراتونو بکنیم. بس یعنی هیچ آدرسی شماره دیگه ای ازش نداریم؟ نه دیگه، شرکتش که تعطیله. دو تا شماره ازش داریم که جواب نمیده.
زن و بچه‌ش هم اینطور که احمد میگه آلمان زندگی میکنن. نه طرف پولمون رو برد رضا جان، خورد یابم روش. حالا چقدر بدهکارین؟ حدوداً 445 میلیون تومان. من آقا نادر میتونم یه 30 میلیونی براتون جور کنم. البته خودتون که میدونین پول من تو کاره، وگرنه تا 100 میلیون هم میتونستین روم حساب کنین. دمت گرم جوون، شما برای ما ثابت شده ای. من جدی گفتم آقا نادر، شما میخندین. به قول قدیمی ها جیان ماشین نمیشه، با جناح فامیل. تو که از فامیل هم فامیل تری. شما لطف داری. چی میگید شما دوتا با جناح به همو میخندید؟ آقا نادر بچه ها دمدن منتظرن، صداشونم در اومده. آخ عزیز جون دخلم اومد. بایزد رضا جون. راستی عزیز جانم، من بابت قضیه دیروز ازتون. برو پسر برو، تو با احمد واسه من هیچ فرقی نداری. شرمنده تونم. دشمنت. برو رضا جان، بابت اون قضیه که گفتی دمت گرم. ببینم چی میشه، لازم شد تعارف نمی کنم. به هر حال من در خدمتم. قربونتون برم، خداحافظ. به سلامت آقا نادر. یواش برو، تو کوچه دارن خاک برداری میکنن. عزیز جانم بی زحمت میرین تو، تینا رو صدا کنیم بیاد ما رفع زحمت کنیم. خب بیا تو یه چای دیگه بخور بعد میرین. نه عزیز جون دیگه دیر وقته، منم که فردا صبح زود میخوام برم سر کار. کار همیشه هستا. زنده باشین. فردا که میای باغچه ببینم خدا چی میخواد. خدا میبینه تو چی میخوای. چرا لباس نپوشیدی؟ من نمیام، اینجا میمونه. حدس من درست بود. زور که از خونه زدی بیرون برای این نبود که به شعله زرد پزون برسی. رفتی که رفته باشی. هر جور دوست داری فکر کن. چرا فکر کنم؟ دارم میبینم رفتار تو دیگه. اه؟ منم دارم رفتار تو رو میبینم. امروز 10 دفعه به گوشیت زنگ زدم جواب منو ندادی. حتما باید ترنم بهت زنگ میزد که میومدی اینجا. تو هم قهر کردی دیگه. بیا بریم خونه اونجا حرف بزنیم. اینجا زشته. من نمیام. باشه. انقدر به این کارات ادامه بده که همه بفهمن با هم دعوامون شده. تینا. تینا. آقا رضا. یه دقیقه وایسا. چی شده بین شما دوتا؟ چیزی نشده. تینا از بعد از ظهر تا حالا حالش خوب نیست. خب خودش چی میگه؟ خودش که اگه حرفی میزد از شما نمیپرسیدن. دعواتون شده؟ نه چیزی نیست. من باید برم. پس برای چی شب میخواد بمونه اینجا؟ من نمیدونم چرا از خودش نمیپرسین. وقتی اون دوست نداره کسی چیزی بدونه من نمیتونم حرفی بزنم. منو ببخشیدا، منم خیلی مشتاق نیستم تو رابطه خصوصی شما دوتا دخالت کنم، ولی فکر میکنم یه کوچولو ارزشم از کسی برای شما بیشتر باشه. سوء تفاهم نشه ترنم خانم، من اصلا قصد بدی نداشتم. شما میدونین انقدر برای من عزیزین که زنگ زدی معطل نکردم. الانم میخوام برم، حالم اصلا خوب نیست. باشه، فقط یه قولی به من بده. چه قولی؟ فردا حتما بیاییم. آقا رضا، من شما رو قد حامدمون دوست دارم. اگه الان شما به من بگین نه، انگار که حامد به من گفته نه. بریم به سلامت. من فردا منتظرتونم. ببخشید. نه. Thank you.
برای چای نعنا آوردم. واسه معدت خیلی خوبه. به به. دست درد نکنه تو با. نوشه جونت. پس بگو چرا دیر اومدی؟ آره. رفتم به چند تا مشاور املاکی سر زدم. دیدم با فروش باغچه چیزی نصیب بچه ها نمیشه. اینه که به فکر فروش خونه افتادم. نظر تو چیه تو باغ؟ اگه نظر من مهم بود الان نمیپرسیدی، قبل از اینکه بری به هم میگفتی. کم من پیر مرد رو اذیت کن. چشم. تو این 44 سالی که دارم باز زندگی میکنم هیچ وقت آقا به تصمیماتت شک نکردم، البته به جز یه 70-80 بارش. نه دور از شوخی، راضی هستی تو با؟ بخور بخور، یخ میکنم. یکم عذاب وجدان دارم فاطمه، از تصمیم آقا جون یکی خوردم. اصلا فکرشو نمی کردم که بخواد همچین کاری بکنه. منم تعجب کردم. حالا خودمونیم احمد، از آقا جونم همچین بعید نبود این کارا. نظر خودت چیه؟ من نباید نظر بدم، بقیه باید حرف بزنم. متهم ردیف اولی ماجرا خودمم. اگه صبحانی این بلا رو سرم نیاورده بود هیچ کدوم از این ماجراها پیش نمی اومد. توکل به خدا، انشالله درست میشه. انشالله. پیر شده بودن و خدا هنوز بچه‌ای بهشون نداده. یه روز خانم پیرزنه دید در میزنه، رفت در رو باز کردید یه نخود کوچولو پشت دره. گفت تو کجا بودی؟ گفت من اومدم شما رو از تنهایی در بیارم. خانم پیرزنه کلی خوشحال شد، نخودی رو برداشت گذاشت رو تاقچه. اونا هر روز بهش آب میدادن، غذا میدادن، تا اینکه یه روز نخودی جوونه زد، سبز شد، سبز سبز. جایی برو بتونم 4 تاکس از مردم و این حال هوای انتخاباتی بگیرم. بله حتما. دیشب با رضا حرف زدم. کی؟ وقتی داشت میرفت بعد از تو. هر چقدر بهش اصرار کردم بگه چی شده هیچ چی نگفت. خب وقتی تینا حرفی نمیزنه چرا من حرفی بزنم؟ خب الان باید به تو اصرار کنم بگه چی شده. چیز مهمی نیست. مهمه. مهمه که وقتی ازت میپرسم چی بهت گفته راستشو نمیگی. چیه؟ باز قضیه سر بچه ساره؟ بچه بهانه است. ما دوتا به مشکل خوردیم. ترنو، وقتی حالم خوبه چرا اصرار داری راجبش حرف بزنی؟ اصراری ندارم، منم موافقم. ولی دیشب پیش بقیه خیلی با هم سرسنگین بودیم. امروزم که رضا نمیاد. یعنی هر چقدر بهش اصرار کردم بیا گفت نه. اگه دوباره آقا جون ازت پرسید رضا کجاست؟ چی میخوای جوابش رو بدی؟ همون چیزی که دیروز گفتم. آها. یادم نبود آقا جون بچه‌ت متوجه نمیشه. ببین تینا جان، قبل از اینکه این قضیه همه گیر بشه بیا خودمون حلش کنیم. اون نمیخواد حل بشه. اگه میخواست امروز میومد. پس من کاری نمیتونم بکنم. که بله.
شما نمیتونی کاری بکنی، ولی از دست من که کاری برمیاد. از تو کیف من اون گوشیمو بده. نه ما چیکار کنیم؟ بابت دیشب از دستش دلخورم، ولی میخوام الان بهش زنگ بزنم بگم به خاطر منم که شده باشه بیاد. من نگاه کن، نه خودتو سب بکن نه منو، باشه؟ آره آبی جارو کردن احتمالا تو استراحت. سلام. سلام، غافلگیر شدم. تینا، تینا این چه رفتاریه میکنی؟ حقش بود. یعنی چی؟ رضا به خاطر تو پاشاده اومده اینجا، از ترس آبروش اومده. آبروی اون آبروی تو هم هست. بس کن ترنو. تینا هنوز قهری؟ باهات کار دارم. من با تو کاری ندارم. خیلی لطف کردین اومد. بابت دیشب معذرت میخوام. نه بابا اختیار دارین. به جاش الان خیلی خوشحال شدم که دیدمتون اینجا. ولی بعضیا خیلی خوشحال نیستن که من اینجا. درستش میکنم. شما یه کوچولو به من وقت بدین. این دکتر لشکری اصلا خود من معرفی کردم به تینا. تینا خیلی جوونه. اصلا مشکلی نیستش که حل نشه. شما نگران نباشید. میدونم. منم همیشه اینو بهش میگم ترنم خانم. خب پس مشکل شما دو نفر چیه؟ من بهش گفتم تو مشکل داری باید درمونش. خانم قهر کرد. همین. چه خواهر نازک نارنجی دارم من. حرف بدی نزدین که. شما فکر کنین یه خورده تندتر گفتم. لحنمو میگم. باشه، حالا من الان میرم با تینا دوباره صحبت میکنم. اینا همون درختاییه که من بر بچه‌ها کاشتم. آقا جون، چرا تا حالا چیزی نگفته بودی؟ ببین، وقتی آدم به یکی محبت داره، حتما قرار نیست بره بهش بگه که. آدم میتونه با حرکات و رفتارش حرف بزنه. این شعر رو گوش کن. نشود فاش کسی آن چه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن، با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. من و توست. آفرین آقا جون. جونم، حالا اگه آدم مطمئن نباشه چی؟ از خودش یا از طرفش؟ از طرفش. این شعر رو گوش بگیر. شاعر میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ یه موقعی دو نفر که همو دوست دارن رفتار معکوس میکنن. این شعر رو گوش بگیر. دلم را شکستی، دلت را شکستم، تو آینه، من سنگ خارا شکستم. خیلی قشنگ بود. حالا اگه یه دختری اومد گفت من حال روحیم خوب نیست آقا جون، یا یه سیب سرخ و برد بده به یه نفر اما نداد، یعنی اون دختر آقا جون. کسی چیزی گفته؟ ببین، من عمرمو گذاشتم پای بچهای مردم که بهشون بگم شعرها دارن چی میگن. دوستش داری؟ چی بگم؟ آخه
داره میره. از تو به یک اشاره از من به سر دویدن. بفرمایید داداش احمد. پس چرا تنها نشستی؟ چیکار باید بکنم؟ قراره که تو باغ شما آقایون کار کنیم، ما خانوما استراحت کنیم. میبینی که دارم بساط آش آماده میکنن. به اندازه کافی هستم. احمد تو هنوز از دست نادر ناراحتی؟ نباید باشم. چرا؟ ولی خب نادر همه چه کارو داده بود، حق داشت. دست درد نکنه تارا، تو هم که داری حرف اونو میزنی. نادر این داداش منه، منم به اندازه اون نگرانم، شاید هم بیشتر. منظوری نداشتم، اصلا ولش کن. من به اندازه چشام به تو اعتماد دارم، نادرم همینطور. احمد به خاطر من کوتاویا بفرما چایی. چاشی بشه این آش، یه کاری میکنم که آشو با جاش بخورن. فقط قربون دستت آقا نادر، یه کاری نکنی که خودمون مجبورشیم همه آشو بخوریم. نه ما رو دست کم گرفتی رضا جون. یه آشی برامون درست کنه، یه وجب روش روغن باشه. ببخشید آقا، تو شما مشغولی، من همین الان برمیگردم. روشنک امونشو بریده. رفت چه دیگه نیاد، حالا نگاه کن. حالا نوبت خودت هم میشه آقا نیما. چی من؟ بله عمرن. آره میبینی این که پر از سنگریز است، اونا رو نمیدونم. انصافا کار خانم سخته. خسته نباشی. سلامت باشی. سلامت باشی زندگی. ممنونم فاطمه خانم. آقا نده میشه یه لحظه تشریف بیاریم؟ باهاتون کار دارم. بله حتما. بفرمایید. راستش من اومدم بهتون بگم این کار اصلا خوبیت نداره. ببخشید فاطمه خانم، میدونم چی میخواید بگید. من همون روز با آقا جون گفتم که اشتباه کردم، ولی احمد داره از من دوری میکنه. دیروز اومده شرکت، یک کلمه با من حرف نزده. نمیخوام رو تونو بندازم زمین. همین جوریش من بابت مطرح کردن ماجرای خونه شرمنده ی آقا جون هستم. حرفی نیست، ولی اگه احمد دوست داره میتونیم شراکتمونو به هم بزنیم. ولی اینجوری که خیلی بد میشه. چی بگم من؟ با اجازه. داشتم به این فکر میکردم اگه یه آتیشی بیفته تو این گندمزار چه جهنمی به پا میشه اینجا. از یه طرف شروع میکنه به سوختن تا آخرین دونه یه گندم رو میسوزونه. آتیش افتاده تو گندمزارتون، تو رفاقتتون. میخواین همینطور وایسین تماشا کنین تا تهش بسوزه؟ خاموش کنین این آتیشو. احمد اگه حرفی تو دلت مونده بزن. چی بگم آقا جون؟ حرفی ندارم. حرف داری پسر، حرف داری. اگه از نادر دلخوری همین الان تو روش بهش بگو. اگرم نیستی خب این حرکات رفتار برای چیه؟ دلخورم ولی حرفی ندارم. اما من حرف دارم آقا جون. من به واسطه رفاقت با احمد با خانواده شما آشنا شدم. خودش هم میدونه که من چقدر دوستش دارم، ازش دلخورم، ولی رفیق نیمه راه نیستم. به قول شما وای نمیستم این گندمزار تا ته بسوزه. احمد جون ببخشید، نظرم میخوام. Yeah.
خب بچه ها، امیدوارم که فکراتونو کرده باشیم. احمد آقا، نظر شما چیه بابا؟ چی بگم آقا جون؟ من شرمنده همه هستم، به خصوص شما. چی بگم آقا جون؟ شما خودتون صاحب اختیارین. من فکر کنم اگه دخالت نکنم بهتر باشه. من نمیدونم آقا جون. راستش آقا جون، با اجازه شما من امروز صبح رفتم با چند تا بانگای مشورت کردم. اونا نظرشون این بود که به جای اینکه خونه رو بفروشیم، بکوبیم به صورت مشارکتی بسازیم. هر تعداد واحدی هم که ساخته شد نصف نصف بین ما و سازنده تقسیم میشه. سازنده هم موظفه که تو این یک سال یه آپارتمان خوب تو محله خودمون برامون رهن بکنه. تازه پول رهن خونه هم مال ما میشه. به نظرم کار عاقلانه ایه. خب گرفتاری احمد و نادر چی میشه؟ خب میتونیم به سازنده بگیم که به اندازه بدهی داداش احمد بهمون پول بده، همون اول کار. حامد جان فکر قشنگیه، ولی کسی با این شرایط فکر نمیکنم ساختمون بسازه. تو آیه یأس نخون، من آدمشو پیدا میکنم. حامد جان ما که نمیخوایم کاسبی را بندازیم بابا، میخوایم مشکل احمد و نادر و بقیه بچه ها را حل کنیم. به نظر من ترنم داره درست میگه، تو نظر خودتو بگو بابا. ببخشید داداش احمد، ولی من با فروش خونه مخالفم آقا جون. نظر تو چی احمد؟ چی بگم؟ میگم آقا محمد، اینجوری بچه ها معذبن، اگه موافقین رای گیری کنیم. اینم فکر خیلی خوبیه. الهه بابا به تعداد همه قلم و کاغذ بیار. چشم. برو بابا. آقا جون، از اونجایی که این مسئله به شما و بچه هاتون ربط داره، گفتم اگر اجازه بدین و صلاح بدونید من و آقا نادر و فاطمه خانم اصلا دخالت نکنیم. آقا رضا این چه حرفیه میزنی؟ شما مثل بچه های خود مایی، دیگه از این حرفا نزنینا. زنده باشی عزیزاد من، شما هم جز به این خانواده هستین و باید رای بدین. فقط نوه ها نمیتونن رای بدن. آقا جون، من میخواستم اولین رایمو بدم آقا جون. قربونت برم، در این مورد به خصوص تو نمیتونی رای بدی. خودکار کبه ها. ممنون. نیما پشو عزیز کمکش کن. خب چشم عزیز جون، بزه کاغذ رو بردارم. تو که نمیتونی رای بدی. شاید بخوام دوست کنم. بده هم بده آقا جون. بفرم شش رأی موافق و چهار رأی مخالف، یعنی خونه فروخته خواهد شد. خیلی انشالله. به سلامتی انشالله. دست همگی درد نکن. تا ببینیم خدا چی میخواد. متشکر آقا جون. هرچی خیریت همون باشه. نادر جان دست درد نکنه بابا. شو چونه دمت جون. ببینیش چی کار کردم. سلام. 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 بسم الله. سر سفره این بشه. کجا رفتید شما آقا؟ ما به اتفاق علی آقا رفتیم تا یه جایی رو برگشتیم. بالاخره اولین رأی زندگیمو دادم. نها کنی؟ تبریک میگم عزیز. آفرین بابا. شناسنامه تو بده ببینم. کتا بفهم بابا. نها کن. ببین. حالا به کی رأی دادی؟ اینو صلاح نمیدونم که بگم بریم. بله. دلت خوش علی جون. رأی چیه بابا؟
یعنی چی آقا ناده؟ بالاخره باید رأی داد دیگه. ببین عزیز جون، من تمام افتخارم اینه که شناسنامم سفید سفید. به نظرم واسه این که از این شرایط بیکاری خلاص بشیم باید هر کاری کرد. ببخشید. سلام. 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 راست میگه همه با هم میریم. من که رأی نمیدم. اون درست. مایوس شدم هیچ انگیزه ای هم ندارم. همه جان یعنی سرنوشت مملکتی که توش زندگی میکنی برات مهم نیست؟ مهم هست ولی بگو سرنوشت اجتماعی خودت. وقتی هیچ چیزی تغییر نمیکنه واسه چی خودمون رو سر کار بذاری؟ آخه چه حرفیه مادر جون؟ اگه ما برای خودمون ارزش قائل نباشیم خب معلومه هیچ چیزی تغییر نمیکنه. نمیشه دست رو دست گذاشت. اگه هیچ چیز سر جایش نیست باید از یه جای شروع کرد. تجربه های گذشته چراغ راه آینده است عزیزم. منم همینو میگم خانم. هر چی رأی دادیم بدتر شده که بهتر نشد. هر جا به فکر مردم بودیم، هر جا از خودمون گذاشتیم یه اتفاقات خوبی افتاده. اما همین که حواسمون به دوربریامون جلب شد از مسیر خارج شدیم. آقا جون مهرها عوض میشن، هیچی تغییر نمیکنه، همش هم سرکاریه. من که اصلا برام مهم نیست کی انتخاب میشه. نیما جان اگه به عمل کرده هر دولتی تو دوره خودش با دقت نگاه کنی اینجوری حرف نمیزنی. واقعا برات مهم نیست جایی که داری زندگی میکنی چجوری اداره بشه؟ اف شد. ما شناسنامه‌مون رو با خودمون نیاوردیم. من به خانماتون گفتم شناسنامه‌تون رو بیارن. شما نگران نباش آقا. بله شناسنامه‌ها همراهمون. ولی به نظر من همشون فقط شعار میدن. یه زمانی این شعارها رو جدی میگرفتم ولی الان نه. مشکل ما اینه که اول داریم به منافع خودمون فکر میکنیم. اون بچه‌هایی که سینه‌شون رو سپر کردن جلوی سربه داغ اگه میخواستن اینجوری فکر کنن الان ما دوره هم نبودیم. همین آقا مرتضی همسایه بغلی باغچه پاهاشو داده که بقیه رو پاهاشون وایستن. این که دیگه شعار نیست. الهی خانم میتونی از این باغ بری بیرون و خوب نگاش کنی. نرسیم همه آزادین، هر کی مختاره هر جور دوست داره تصمیم بگیره. من میگم آقا جون یه فرصته که باید درست ازش استفاده کرد. اینجوری آدم پیش خودش سربلنده که میگه من تلاشم و برای تغییر شرایط کردم، حتی با انداختن یه تیکه کاغذ توی صندوق. هر سال تو همه کشورها داره انتخابات میشه، همیشه هم اختلاف سلیقه و نظر بوده. من میگم این موضوع اینقدر پیچیده نیست که ما اینقدر پیچیده میبینیم. تینا میدونه من دوره قبل رأی ندادم ولی این دوره حتما رأی میدم. حالا چی شده اینقدر شما متحول شدی آقا رضا؟ گفتن نگی. یه دقیقه ساکت، یه دقیقه ساکت. هیچکی چی نگه. آقا جون ببخشید تا شما به بحثتون ادامه میدید من برم واسه ناهار یه سری خرت و پرت بگیرم و برگردم. آقا رضا من ماشینم بنزین نداره، زحمت بکش با ماشین شما بریم. بچو محمد جون، بچو. یالا ببخش. آها فعلا ما اجازه بفهم اینجا خوبه؟ عالی عالی دوران بگیر بیا نارا خودمون درست رضا به هم گفت چی بهت گفته؟ میگم حالا که دیگه پشیمونه اینقدر اذیتش نکن. اون موقع که صداش انداخته بود تو سرشو میگفت تو مریضی باید بهش فکر میکرد. قبول کن که تو از اولش هم دلت میخواست این حرفو بشنوی. انقدر سر به سرش گذاشتی تا بهت گفت. آره چون دوست ندارم کسی بهم ترحم کنه. ترحم؟ چه ربطی داره؟ رضا اصلا قصدش ترحم نیستش که. فقط میخواد بهت بگه که چقدر دوست داره و همیشه پشتته. همین. چرا متوجه نیستی؟ تو خواهر من یا خواهرم؟ چرا الکی ازش دفاع میکنی؟ برای اینکه از توی چشاش میتونم بخونم که چقدر تو رو دوست داره. تینا تو کی میخوای ناز کنی؟ این بچه خیلی داره اذیت میشه ها. به من ربطی نداره. خیلی بی‌انصافی. زن و شوهرای دیگه تا پای طلاق میرن و برمیگردن. هزار تا حرف بی ربط به هم میزنن ولی بازم از اول شروع میکنن. تینا تو به خاطر اینکه فقط رضا بهت گفته بالای چشات ابرو ببین چه قشقرقی به پا کردی. یه چیزی ازت بپرسم. تو رضا رو دوست داری؟ همین که سکوت میکنی یعنی بگذاری خواهری
نذار دیر بشه، فرصت ها زود از دست میرن. خواب الهی خانم، فکراتو کردی بابا؟ آقا جون، یه رای کمتر یا بیشتر چه فرقی میکنه؟ این یعنی این که تو خودتو جدی نمیگیری. آدم نباید بی تفاوت باشه نسبت به شرایط جامعش. بی تفاوت نیستم، بی انگیزم. ببین الهی، تو مملکتتو دوست داری یا نه؟ آقا جون معلومه که دوست دارم. خیلی خوب، پس چه بخوای چه نخوای جزئی از این مردمی، مال این خاکی، به قول معروف دیکته نانوشته، دیکته بی غلطه. خیلی از مردم این مملکت گاهی اوقات در بعضی از شرایط یه نقدایی هم نسبت به شرایط کشور دارن که این خودش خیلی خوبه، چون بی تفاوت نیستن. اما این راهش نیست که ما بریم اونجا اینجوری وایسیم فقط نگاه کنیم، تماشا کنیم. اگه میخواییم مملکت بهتری داشته باشیم باید بریم رای بدیم. هیچ کس غیر از خودمون دلش به حال این مملکت نمیسوزه. اگر با رأی من مملکت فقط یک قدم جلو بره، بازم یک قدمه. ما نباید منتظر باشیم که یه شبه برسیم به مدینه فاضله. تو که نمیخواستی بیاین الهی خانم. الهی خانم تو هم میخوای رای بدی؟ باریکلا چطور شد تو موافق شدی؟ باریکلا یواش بری عزیزا، میخوای کن بری من باید نمیام. کی میخوای بری به سلامتی؟ انشالله هفته دیگه. حافظ میگه مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست. شاعر کاملا راست گفته، اما خدا رو شکر ما اینجا هیچ دلداری نداریم. چشمات یه چیز دیگه ای میگه. چی میگه آقا جون؟ اونم مثل تو اولش گردن نمیگرف، الهه رو میگه بعد به من اعتماد کرد. گمان میکنم تو هنوز به من اعتماد نداری. این چه حرفی آقا جون؟ من نوکر شما هم هستم. راستش شوکه شدم، نمیدونم چی بگم. راحت حرف ده بزن. من شک دارم که اون حیا میکنه حرفشو بزنه. بعدشم میگه تو که داری میری، تصمیمه چقدر جدیه برای اونجا موندن؟ جدی نیست، یعنی نمیدونم واقعا. قرار بر این بود که من برم و دیگه بر نگردم، مگر اینکه همین مگر اینکه منتظر میمونه اگه برگردی. اگه برنگشتم چی؟ خب میتونیم با هم صحبت کنیم، بعدا اون بیاد پیش تو. این بستگی رو این داره که تو هم میخوامش. آقا جون خوشم اومد، چون محکم گفتی خوشم اومد. بریم با هم صحبت کنیم. اگه هر دو راضی بودین من با پدر و مادرتون صحبت میکنم. ممنونم آقا جون. ممنونم تو برم. سلام. سلام ماما. رای دادین؟ بله. آفرین. بهتره تو هم تنبلی نکنی مادر، پاشی بری. جون ماما اصلا حوصله ندارم، گیرم نداره. آقا نیما بهانه نگر. آخه رأی من به چه دردشون میخوره؟ من که دارم میرم اونور. چه ربطی داره؟ تو هر جای دنیا هم که بری هویتت که تغییر نمیکنه، بازم یه ایرانی. بابا میگه بیاین سر سفره، ناهار سرد شد. الان میام عمه جون. آقا نیما به فرضم که دلایل تو رو من قبول کنم، اصلا تو داری میری همین فردا هم داری میری،
ولی سرنوشت خانوادت که برات مهمه. برات مهم نیست سرنوشت ما؟ چرا؟ مهمه. پس برو دیگه. چون تو گفتی نمیرم. با نمک. پاش بریم نهار بخوریم. رای یادت؟ نره. باشه. اینا همه داد باش. سلام. میخواستم تو بگو. میخواستم بگم من یکم تون رفتم. منم وقتی دیدم زودتر از ما اومدی اینجا از خودم خجالت کشیدم. یه وقتهایی توی زندگی انگار آدم مجبوره که تا ته یه قصه ای رو بره، حتی اگه دلش نخواد. قبل از این که بیایی داشتم به رابطه‌مون فکر میکردم. یه شکی تو دلم افتاده بود. با خودم گفتم خدایا یا این شک رو از دلم ببر یا به یقین تبدیلش کن. از دلم برد. ولی من هیچ وقت نه به تو شک کردم نه به رابطه‌مون. فقط نمیدونستم چجوری باید درستش کنم. درست شد. درستش کردی. همین که اومدی و گفتی سلام درست شد. خانم جا دقت کن چیزی جا نذارید. بجنبید دیر شد. بجنب بابا. نمیدونم این پسر نیما دم کار کرده کجا قیبش میزنه. بابا بود بشه شروع کردی؟ شروع کرد کمک کنه دیگه بابا. کجا موندن این دوتا؟ اینا هم رسیدن حلال زادن. خوب واسه خودتون میچرخید حال میکنید ها. سلام. دم کار کرده قیبتون میزنه را بجنبید. شب شد میخوام این کارو زندگی رو برسیم بابا. سلام. معلومه شما کجایی؟ موبایلتون که آنتن نمیده. ما رفته بودیم همین مسجد بغل. فقط به عشق اونایی که میمونن. دمت گرم نیما. آفرین. غافلگیرمون کردیم. نادر جان دستت درد نکنه لوازمو جمع کردی. قربونتون برم. دیگه تنها موندین آقا نادر. آقا نادر امسال دو دل شده. اصلا به هیچ وجه. چرا این حرفو میزنی؟ چون خیلی انکار میکنین یعنی براتون مهمه. نه. داری اشتباه میکنی تینا خانم. اینجوری میکنی؟ هنوز رأی ندادین دو دلی. نیما آقا نادرم بلندم این رایشو میده. نیما آقا جون کارت داره تو سبززاره. ببینی بودو حاضر همی چی؟ ببینیم بس اینو میرم. آره بابا ماشین رای سیاره. آقا نده بفرمایید تحویل بگیرین. شما نرفتین رأی بدین، رأی اومد سراغ شما. چیکار؟ برای گرفتن رأی آقا مرتضی اومده. آره. علی کجا بودی تو؟ خواب بودم. داریم میبینیم مگه؟ نه نمیریم. تازه اومدیم. چیزی جا نمونده باشه. ساعت خواب. بیا بیا علی. بیا اینو بنداز رو ماشین. تینا مامان کیف من کو قرصامو میخوام بخورم. تو ماشین خودت. نیما
بله آقا جون. خب بارا دیگه. الان برم. پس کی پسر؟ برو. چشم آقا جون. آقا جون تیپم ردیفه؟ ردیف خوبه. برو. شدید کرده بود. دو روز اومده تو بخش. گفتش که هیچ جای نگرانی نیست. اینجا همه چی رو براست. آخر هفته با جنسا بر میگرده ایران. راست میگی احمد. آره. خدای شکر باورم نمیشه پسر. خدای شکر. خدای شکر. یعنی چی این سرزمین من شور آفرین میهن دور از تو باد مرز باور دست اهریمن ای خاک مهرآیین آیینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان که دندانت لاله می جوشد سهر از چشمانت جاله می نوشد وطنم ای دلها جمله مجنونت مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من شور آفرین می هد دور از تو باد ای مرز باور دست تو با دین زیبا بر دست اهریمن